مثلا یه سوالی رو مطرح کردیم دوستان در مورد رابطه ذهن و عین، که اگر ذهن انسان نباشه وجود عالم چگونه اثبات میشه؟ ذهن نبود بل عالم بود، میتونه ذهن نباشه عالم باشه، عالم در خدای خداوند است. ذهن یک بشر یا ذهن مطلقا بشر؟ ذهن مطلقا بشر. ذهن حیوانات تا یه حدی عالم رو درک کرد، حیوانات بودن یعنی هیچ حیوانی هم نبود. این سوال باید اینجور طرح کرد، اگه ذهن نبود یا اگر ادراک نبود، اگر کلا ادراک نبود، ادراک مطلقا، چه حیوانی چه انسان، حالا ممکنه بگی اگر ادراکی نبود بازم میتونه سوال نبود، حتی انسان و حیوان اصلا نبود. اصلا انسان حیوان و انسان دیگه کمال به نبات که حیوان ادراک نیستن، ادراک کاملش مال انسان مال حیوان. حالا فرض کنیم که اصلا انسان نبود، حیوان نبود، عالم بود یا نه، بازم میشود باشه در علم خداوند، میخواد از عالم در علم خداوند باشه، اما هیچ انسان و حیوان نفتی درک کنه. اما اگه کسی فرض کنه اصلا ادراک نبود، حتی ادراک اختار وقت عالم چی نبود، اصلا ادراک نبود، نه ادراک انسان، نه ادراک حیوان، نه ادراک اختار، عالم چی معنی میداشت؟ اینجا رو بگو سوال اصلی همینجا نبود یا نه اصلا؟ اصلا نبود میشد؟ اصلا نمیشد هم میگه نبود عجب. آنی که میگه دعوت باد با ذهن داره کی میگه؟ اون کسی که میگه که نمیشد بگی بود، نمیشد بگی نبود، یا مخمسی اگه مطلق ادراک نبود، نه انسان، نه حیوان، نه حق تعالی علایات بله، وقتی کی میگه بود، کی میگه نبود، چه حکمه میگه بود یا نبود، اصلا بود و نبود حکمه، همینجا مانع میشه استاد. نه اصلا نمیشد بگی بود، بود و نبود معنی نداشت اصلا، همین هم که میگیم معنی نداشت باز معنی نداشت. بله من معنی نداشتم، من معنی بله اصلا به وحدت وجود هم رفت داره این قضیه؟ این قضیه به وحدت وجود رفت نداره، هم خول وحدت وجود مبنی دیگه داره. وحدت وجود هم یعنی وحدت عین و ادراک، تو وحدت وجود عالم و ادراک یک چیز میشه، وظیفه های دیگه. اما این سوال ذهن و عین خیلی مسئله مهمیه. بله که خوش شما سوال کردید. بله میشه ذهن انسان نباشه عالم باشه، خب حیوانات درک میکنند عالم، عالم خودشون عالم حیوانی ها دارن، عالم انسان. اگه انسان نبود عالم انسان نبود، عالم حیوانی که بود، حالا انسان حیوان نبود، عالم بود، عالم خداوند، عالم الهی نار یا عالم رو خلق کرد. اما اگر مطلق ادراک نبود در الاطلاق، اصلا درک نبود، بود و نبود، اصلا بود هم نه مخمسه هم نمیتونه بگید، نمیتونه بگید مخمسه بود یا نبود، لام تا کام نمیشه عرض. ولی اون چقدر مسئله بگید هست حاله این مسئله ذهنه، این اصلا مهمترین مسئله آدم ذهنه اینه، آدم علم و معلوم و رفت اصال این دوتا رفت این دوتا خود رفت چیه اصال خود رفت این دوباره اون یه مسئله هست در واقع آلوم معلوم یه حقیقت دوتا جلوه داره حقیقتی که در یه جلوه آلوم در یه جلوه معلوم خدا ما اصال تا اون مقام آدم نرسه یه شما رو نه نه اصلا ذهن بدون عین معنی نداره، حتی شما اگر شما چه هیچیدم نبوده باشی با یه عالم هم تماس نداشته باشی، اگه ذهن اگه با یه عالم تماس نداشته باشی ذهن نداری، اما اگه فرض کنیم یه ذهنی ولو تخیل کنه باز یه عالمی رو تخیل کنه، مثلا انسان میتونه از ذهنش فرا بره؟ ابدا، هیچ وقت ذهنش میتونه تسعیب بشه و تلطیف بشه، ولی میرسه به جایی که ذهن نباشه، من انسان از منش نمیتونه فرا بره، ولی بالاخره ذهن میتونه یه جای دیگه حالت مقایسه اینه حضور باشه، حضور دیگه ذهنی حرف ابن سینا تمام همینه، انسان معلق، انسان معلق ابن سینا همینه، انسان معلق ابن سینا ذهن نداره، فرض کرد یه انسان معلق، معلق یعنی
حتی میگه منفرج طول اصابه، این انگشتاش هم به هم لمس نکن صد بشی هوا این طرح که نه سر بود گرد نه سردی هم نچه هیچ حس نداشت. پس این ذهن نداره هیچ چی نداره، اگه حس نداره فکرم نداره، اصلا ذهن نداره یادم. حالا این چیه؟ حضور وقتی حضور و بعد علم حضوری که میگن همینه، علم حضور فکر کن تصور کن، اصلا این حضور تصوری نی، تو تصور کردی حضور نیست، علم حضوری ذهن نیست، حضوره ذهن تو حضوره، حضور تو ذهنی، اگر اون حضور نبود ذهن نبود. اصلا در مورد این تنبلی که توی روز جهانی فلسفه هم یه نکته بهش اشاره کردیم که هر کی هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه. آه اینم بعضی این الان آزادیه. آره. خب درسته هر کس عقیده داشته باشه این الان میشه آزادی آدم‌ها و همینجور هم هست، هر کسی عقیده خودشو داره، نمیشه که بهش تحمیل کرد. بله. اینجا حرفی نیست، حرف حقی هم هست. اما آدم وقت دلشو به این خوش میکنه که حالا که من عقیده دارم پس هر دلی تلاش نکنم نتیجه بعد ازش بگیره خیلی تنبلی. هر کسی میگه من عقیده خود میدارم یه برچه تلاش کنم راه تلاش بسته بشه، هر کسی حق داره عقیده خودشو داشته باشه، اما یعنی دیگه مطلقه دیگه نباید تلاش کنه با عقیده دیگری بفشه، های عقیده دیگری بهتر از عقیده من باشه، من نباید تلاش کنم، ولی من حق داره عقیده خودمو داشته باشم، شما هم میتونم تا اینجا حرفی حرف بشه، اما این حق ما نباید داشته باشه که بفهمم شما چی فکر کنی، شاید از من بهتر فکر کنی از دارم یا نه. بله. چه بسا عقیده شما از من بهتر باشه، من باید سعی کنم بفهمم، اگه نکنم تنبل، همون اندیشیدن اندیشه ها که فلسفه. اگه شما بگی خب من عقیده خود دارم، اون هر کسی در حد خودش بمونه تنبلیه، ضمن این که هر کسی حق داره عقیده خودشو داشته باشه که این درسته، این حق هم داره که بفهم اندیشه دیگران چیه که اگه دیگران بهتر من برم اون برسم، این حق هم به خودش بده. مثلا تو موقع حقیقت اصلا یکی چیز بیشتر نیست، حقیقت یک چیز بیشتر راه باز میشه برای تعالی. اختلاف هست در چیه؟ اختلاف هم هست، اختلاف هست، اما همواره راه برای تعالی باز، همواره اختلاف هست، همواره راه به وحدت رسیدن باز، همیشه اختلاف هست، اما همیشه میشه به جایی رسید که به وحدت برسید، راه بسته نید. الان شما باید این طرف یه فکر کردی دیگه، فکر نمی کرده بود خب من اقیل خود من اونم دارم کسیم کار باید نداشت، ولی با فکر اومدی تغییر داد، چه بس حالا بعد هم یه جور دیگه تغییر داد در جو الان هم گفته. بله. شما نیدارم همیشه باید تعالی خودتون هم یه بار گفتیم که اصلا در همین هم باز باید نماند و رفت و الا اگه دیمونی موندی تعالی همواره باید یه رفت باید در هر مرحله بمونیم، در هر مرحله موندی دیگه توقف، یعنی مرگ، مرگ فکر و غالب مردم خیلی آدم ها دوچار مرگ فکری هم دیگه، یعنی از اول بهش الغا شده بیه همونو گوش بمانه تا میلم نداره بره بیرون، اصلا شهامت میخواد، شهام خیلی شهامت، اصلا سلوک اینه، اصلا این سلوک عرفا اینه، سلوک عقلی اسمش سالک، یعنی تو خیابورا بره سالک، یعنی در فکر را بره، سلوک سلوک فکره نه سلوک پا، سلوک فکر همین عطار که الان سلوک چه میکردی؟ اصلا اسمش کتاب سالک فکرته، یه فکر سالکه، با راه رفتن که خوب هم ماشین هم در راه میره، این ماشین سالکه، ماشین داره میره دیگه سالکه باشه یا نه، ماشین سالک نیه از راه میره، راه میره داره اما به ما که تونتر هم میره سالکه، نه اوقات پرواز میکنه سالکه، یه آدم تند رو راه مار سالک، اگه توی اتاق هم بشه 50 سال از اتاق رو نیا، اگه فکرش تکامل داشته باشه سالک، از توی آدم رو زندانش کنم 80 ساله بیرون نیا مثل غار افلاط، اگه تفکر داشته باشه سالک، اما همه دنیا رو بگرده فکر نکنه، سوزوکی نکرد تفکر با جریان عالم،
جولابه. استاد با این تعریفی که شما از فلسفه میدین در مورد که مثلا فلسفه اندیشیدن اندیشه هاست، این یعنی خیلی واقعا یه راهی رو باز میکنه که واقعا یعنی یه متعالی میشه، یعنی خیلی میره بالا. اندیشه ها رو خیلی آدم میتونه، اونم مهمه، خب یاد میگیره بسیار مقلد، ولی یه وقت پدر مادر آدم تقلید توی از این کتاب، یه وقت سقراط نه مقلدی، وقت سقراط به تو میگه یاد میگیره، در پدر مادر میگن عامیانه هست، خب این تقلید عامیانه هست، یه وقت سقراط به تو میگه از سقراط تقلید میکنه، دوباره باید اون که میگه روش بیندیش و وقت مقلدی هست. عجب همه مقلدن. و فکر میکنن محققن، تو یاد میگیره فکر کنه که آدم محقق، او یاد گرفته مثلا خوی هنر، اما اون تو گفته تا هم تحت تاثیر قرار گرفتی یاد گرفته خوی هنر، یاد گرفته هنر باید بره این که یاد گرفته چه میگه چه پایگاهی داره، اینو بگرده چه خودی به اون برسه آدم برسه که داره، نه اینکه چون سقراط گفته من قبول میکنم، سقراط بزرگی گفته من قبول کردی، این هم تو مقلد، سقراط مقلد نبود خودش، همون زدگی که همیشه سقراط زدگی، خودش رسیده بود مقلد نبود، اما تو حرف سقراط رو میشه نمی قبول میکنی تو مقلد، اکثر مردم مقلد هم متاسفانه راحت تر هم از شون راحت تر هم آره. سرد خوب تحقیق سرده بله استاد، فکر سخت‌ترین چیز میشه گفت؟ سخت‌ترین؟ بید چه بندازه اتفاق بسخت بعد هم یه فعالیت میکنه مقتضای طبیش هر وقت ما خسیر که استراحت میکنه، ولی فکر چه واقعه های عجیب باید بره، بعد هم خسیش رو آرام میکنه بعد هم اصلا استر فکر استراحت میکنه، خواب از آدم میگیره شما اگر مسئله باشه، شاید مردم از این میشه میترسن، بله سخته میترسن، تعادل چون به هم بخوره، خیلی شجاعت میخواد، استقلال فکر خیلی شجاعت، خیلی شجاعت، اصلا شجاعت هم اینه، شجاعت شمشی زدن نیست، اون که شیر هم شجاعت میره دیگه، بعد هم میخواد به یه آدم های بیبایی که فکر هم ندارن شمشی رو میزنن، یک شجاعت میخواد که اونی که شدی زیر سوال ببرید، تمام وجوده اونی که بنیاد هستید همون عقیده فکر است، اونی که داشت اونی که فرانتز بذارید تا داره نهارم شده هایی خیلی شده هایی، ولی با اینکه دعوا کردن اینکه زدن که شده هایی بله، همه اینا خیلی واقعا همه اینا اگر نابود کنه بعد نابود میکنه، اگر هم بسازه خوب بسازه، حالا اگر آدم درست فکر کنه نابود نمیشه، مثل راه درست فکر کنه در راه فکر هم آدم بگیره اون خودشون شهیده فی سبیل الله، اصلا سبیل الله فکره، این سبیل الله کجاست، سبیل حق کجاست، هواپیما هست، ماشینه، شطور، خره، پارا رفتنی سبیله، بسیار خوب اون طرف مکه بی سبیل الله، ولی با فکر اگه نری چی؟ اگه بی فکر بی شعور بره تا مکه بی سبیل الله، سبیل الله شو اندیشه شد که در عمل پیاده میشه، یه ربات وقت که میره یه ربات ببر تا مکه بی سبیل الله رفته ربات، راه خدا راه اندیشه است، این راه ها که راه شرق و غرب جغرافیا است، راه خدا راه اندیشه است، تعالی راه اندیشه است، صد میخیم بگیم خلقت اندیشه خداست، معلومه معلومه خدا علم و خلقه، اصلا علم خدا خلقه، فاصله کون فایکون همینه، با این فا رو بعض تفریه گرفتن، وقتی کون فکر اول گفت بعد یکون شد،
اصلا کون همون یکون هیچ فاصله نیست بین اراده خدا و خلقان هم فاصله بود یه لحظه حتی یه لحظه حتی یک لحظه اگه یه لحظه بود باید یه متریالی باید باشه ببینم خدا عالم از متریال ساخت شما یه ساختمان رو بخیر بسید این متریالی ماشین تو ساختن یه متریال خدا عالم از چه متریالی ساخت اصلا شاید اصلا این چیزی هم که ما میبینیم متریال نباشه برای ما متریال برای خدا متریال علم هم الان استفاده کرده برای ما متریال معنی داره از چیزی با چیزی بسازه ولی برای خدا متریال معنی نداره تازه خود اون متریال از کجا اومده بکنم پاک بزرگت خدا یعنی عالم ظهور اراده خدا ظهور اراده است نه یه چیز دیگه است دنبال اراده وقتی اراده کرد پس یه چیزی به وجود ما از عدم که وجود نمید متریال هم که نداره متریال کجا بوده عالم ظهور اراده خود مبدعش واسه ولی فعل شماست فکر شما فعل شما نی خود شماست فعل شما وقت خودش جداست عالم نسبت به خدا کل این عالم متریال یاده همه این عالم نسبت به خدا مثل فکر شماست نسبت به شما فکر شما نسبت به شما از متریال ساخته میشه جداست واسه نه اصلا بذار اونجا نگاش میکنیم فکرت این عالم حالا کلمه فکر رو به کار نمیبریم در حال خود این عالم علم خود میگه شما یه چیز که بیرون است روی کیف بلند روی عمله یه متریالی باید یه دستی باید یه بلند ولی وقتی فکر میکنی چه بلند میکنی چه جا به جا میکنی فقط فکر فکر کردن چیز جا به جا میکنی نه آه کجا هست ظرفش کجاست مثلا این کیف اینجا گذاشته فکر تو کجاست جاش کجاست چایی نداره این ها صدا دو ماتریالیست ها گفت مکشن مرمون ماتریالیست هستن نه چه جوابی دارم اصلا در از ماتریالیست هایی خب اونا رو اصلا چه بولیم کنم هیچی در جواب دارم عالم یه چیز دو از علم خدا نیه که خدا علم خدای طرف حالا میتنه بوده علم خدا اون طرف حالا اینم جدا اصلا جدایی از اخلاقا چه معنی داره در احاطه غیومی احاطه غیوم و مقبون غیوم غیوم یعنی چی؟ مقبون من قبام دارم با اون مقبون من متقبون هم اون مقبون بعد آدم ظهور علم خدا من نوتش با تصورات اون خود صبر هم میرسیم خدا اونجا نشستم فکر کرد بیا این کوه من این کوه ما انداختیم اینجا این دریا رو ما انداختیم اینجا چیکی یه مسئله این آسمان رو اونجا انداختیم برای بر خودش بگرده خدا رو ساعت ساعت نیست خیلی سخته این مسئله استاد ما توی سایت تقریبا نزدیک حالا شاید 20 خورده ای تو از قواعد کتاب قواعد کلی فلسفه رو تا حالا بهش پرداختیم آره اینا رو یه حالا اهل فنش واقعا پسندیدن یعنی حالا شاید اون صفحات حالا شاید زیاد بازدید عموم نداشت و بیشتر دانلود ها اینا بود ولی
اهل فنش می اومدن این توی این قواعد خیلی، مخصوصا شما خب اثبات میکنید مثلا حالا قواعد مختلفی رو به نقل قولهای مختلف از حکمای مختلف، اینا کار تحقیقیش و اینا همون تز دکتراتون بود درسته؟ بله یه بخشش بعد برگشت دیگه بعد دیگه کلان اضافه کردم. البته این کتاب بخشش که خب تز ما بهانه کردیم که بود، ولی من وقتی کار میکردم و خب سر حال بودم پیر نشده بودم، من 400 تا واحد استخراج کردم که حالا هست سال 50 تاست. بله بله. بعد یه آقایی که من فکرش خیلی آمر دارم یه رو به من گفتی یه قواهی داره شل و شل میشه یه رده بسن من رو نسته اما قرص در من از سال 50 داشت بود می تحتیل کرد اون هست اون آقای اسمش نمیگونه میگشت بودم بعد رو شختم کنم یا اگه نکنم این 400 تا باشه دیگه بعدم اون حال از من گرفته شده و یا ویلا اگه همون 400 تا قاعده رو می نوشتم خیلی بهتر بود. این شد در نیست حداقل مطرح می شد. آره حداقل مطرح خیلی هم مورد استقباله، خیلی هم واقعا استفاده میکنن، اساتید خیلی بزرگ هم آره خیلی من دیدم واقعا چند نفر از اساتید بودن دانشگاه ها میگفتن اصلا مهندس ریاضی بود گفتش که من اگر این قواعد نبود شاید اصلا قواعد اصلا ریاضیه برای خودش چارچوب چارچوب میسازه اما فکر درست داره تو باعث میشه موازین دیگه بره اینجاست که اونا عقلی شدن یا عقل ریاضی شد آره خدا من وقتی این کتاب می نوشتم خیلی سال پیش بود چه سال پیش این مسئله برام معضل شد مدتی خیلی هم سخت بود برام خیلی هم مراجعه کردم به کتاب که این قواعد که هست همه قاعده هست مثل خود قاعده چی؟ ما هی القاعده به چه چیزی ما میگیم قاعده؟ اینم قاعده عقلی خود این خیلی سخت بود برای من دیدم این تعریف درستی برای قاعده نشد قاعده چیه؟ تو مقدمه اینه توضیح دادم چه قاعده خیلی کتاب ها مراجعه کردم و جمع ها میگرم بیدم در باره قاعده چی گفتن حرف دونداری نرفت مثلا میگرم در قاعده یعنی همه میزان کنجی که فرقی استثنه مرمزه اینا رو گفتن قاعده اصلا همین باید باشه استثناء ناپذیر باشه برهانه اصلا مثل ریاضی دیگه یعنی قطعیت ریاضی پیدا که ریاضی دون خوشش من همین بله یه دو با دو مساس باشه که استثناء نداره استثناء داره؟ نه که یه دو با دو مساس رو یه جه نباشه هست هم من جه دو همه جه دو با دو مساس باشه قاعده است تو ریاضیات خب حد پیدا کرد قاعده ولی تو غیر ریاضیات باید پیدا کردن خیلی سخت از ریاضی فران قواعد عقل از ریاضی هم فران ریاضیات هم عقله اما عقل مقداریه یا قواعد عقل داریم که از مقدار فراتر ریاضیات عقلیه همش اما عقل در یه چارچوب در کجا در مقدار در هندسه اندازه است اندازه متصل در حساب منفصل تو تعریف شما بس از ریاضی میشه مقداری موضوع علم ریاضی مقدار چنده ولی متصل هندسه است یا منفصل مقدار و کمیت از ریاضیات میگه چی کاری ازش میاد؟ هیچ فرو میگه مقدار رو از ریاضیات بگی به ریاضیات مال حرف بزن چی میگه؟ هیچ
ریاضیات از علم بگیریم چی استاد؟ اونم حالا فعلا خراب. علم امروز خراب. علم دیروز شاید نه. علم دیروز خیلی ریاضی نبود، ولی علم امروز ریاضی. از بعد از دکارت این علوم امروز همه ریاضی. این سابقه. خب، پس مقدار از ریاضیات بگیریم یه عقلی نیست اصلا. هر کار گفتمه. اما عقل همش مقداره. موضوع مسائل عقلی مقداره نه. مثلا هر معلول علت میخواد این مقداره؟ نه علی حکم عقل هست فراگیرم هست هر معلول علت میخواد که مقدار نیست؟ نه نیست ریاضی نیست هر معلول علت میخواد چه؟ طولش چقدر شکلش چیه؟ عددش چیه؟ علی حکم عقل هست؟ پس به تعریف علم امروز علم نیست راحت نه علم امروز همین علم یعنی مبناش ریاضیات خب پیشرفتم داشته خیلی موثر بوده خیلی هم به نتیجه اما در یه فضل جهان رو در قالب ریاضیات میشناسه علم امروز جهان رو در قالب کمیت میشناسه کیفیت جهان نمیشناسه تازه کیفیت وقتی میشناسه تبدیلش به کمیت کنه علم امروز کیفیات هم سر میزنه تبدیل به کمیت کنه آزمایشگاه میبره حالا من یه مثال بزنم مثلا یه آدم که تب داره یه حالی داره که خود اون تبدار میدونه حالش چیه ولی طبیب تبا نمیفهمه بوری درجه رو میذاره میگه شما 38 درجه دو درجه تب داره تب برای یه طبیب چنده 38 درجه حرارت اما برای شخص تبدار چه؟ حالتی که داره چیه؟ برای برای پزشک یه 38 درجه شده همه شو سود بزندگیه بنیاد تفکر من با روان کرد با فلسفه بازاری یعنی ساده